سلام به همه دوستان عزیز. یک سال گذشت. موقعیتی پیش اومده که با هم باشیم، با هم پیشرفت کنیم. یه نفر پیشرفت کنه هیچ فایده ای نداره. وقتی با هم پیشرفت کنیم درست دیگه، برای همه فایده داره. برای باعث میشه ایران پرچمش بره بالا. پارسال بود برای اولین بار امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی یا برای مسابقات فریستایل فوتبال ایران رو گرفتم. پارسال تو اصفهان برگزار کردیم، البته با کمک یاسین چاپری عزیز که تو برگزاری مسابقات خیلی کمک کرد. امسال جاشو خالی میکنیم. ۲۰۱۵ که مسابقات تو اصفهان گذاشتیم 16 نفر بودیم و امسال هم که داریم انجام میدیم نزدیک 33 نفر ببخشید ثبت نام کردن، رجیستر کردن برای مسابقات رنکینگ جهانی سال 2016 ایران. و این یعنی پیشرفت. اون موقع از 6 شهر بود، امروز از 12 شهره، یعنی 50% پیشرفت. یک رشد قابل توجه و شگفت انگیزی برای فریستایل فوتبال ایران توی یک سال داشتیم. و اما علت چرا اینطوری شد؟ چرا از سال 2014-15-16 این اتفاق افتاد؟ خب علت‌ها خیلی مختلفی داره، میتونیم یکی یکی بررسی بکنیم، ولی مهمترینش که همه رو بخوام توی یک کلمه خلاصه کنم، داشتن وحدت بین فریستایلرهای ایرانی با هم دیگه. 1 2 3 ایران فریستایل. 1 2 3 خوبی اینجا. آقا مهدی اسفانه صحبت میکنی؟ نه بلد نیست جان، فقط تهرانی. اوکی این انرژی داره هم بریم بهتره کنه. اینجا پارک ملت تهران خیلی حال میده واسه تمرین. به جان خودم خیلی حال میده تمرین کنه اینجا. یره به جان خودم خیلی حال میده. بچه مشهد آقا مرتضی عزیز، یه نکته هم میخوام بگم. این مسابقاتی مثل ردبول استریت استایل که سال 2008 برگزار شد توی ایران، اینا هیچ وقت من نمیگم بدن. مثلا مسابقاتی که تو همچین چیزایی مثل کمپانی‌های مختلف برگزار میکنن نمیگم بدن، ولی اینا سودش تو یه لحظه است و برای منفعت اون شرکت، و سودش تو سود فریستایلش هم فقط برای همون یه لحظه است. ولی فرقی که مثلا مسابقاتی که 2015 ما برگزار کردیم سودش دقیقا برای یک سال فریستایلی ایران بود، 2 سال فریستایلی ایرانه. یعنی فرق اینه، چون فریستایل ایران برای فریستایل ایران کار میکنه. خب این دقیقا یک نکته ظریفیه که ارزش این مسابقات رو خیلی بالاتر از بقیه مسابقات میکنه. حالا درسته که امکاناتش ممکنه کمتر باشه، خب امکاناتش درسته کمتر باشه، ولی پیشرفت فریستایلیش قطعا چندین و چندین برابر نسبت به مسابقات دیگه هست. و البته میگم مسابقات دیگه هم باشه هیچ مشکلی نیست، ولی ارزش این مسابقات رو دارم، ارزش این مسابقات رو دارم تشریح میکنم. دست شما در نکن. خب بنر رو هم گرفتیم. یه سری مشکلات خوردیم، ولی خب هیچ جای مشکلی نیست، حلش کردیم، خدا رو شکر همه چیز مرتبه. تقریبا کارهای مسابقات انجام شد، فقط یه سری جزئیات مونده که اینم الان داریم میریم چک میکنیم و به سلامتی امروز انجام میشه. بنه روی دستیه باجی. تاجیکو؟ تاجیک؟ الان یه ساعت قبل مسابقه است. بعد ما تمام بچه ها فریستایل شهرستانی همه داریم با هم بیریم گره سوار مترو بشیم و بریم تو محله مسابقه. انشالله که همه
بهترین نمایشه. خب تا دقایق دیگه مسابقه شروع میشه. آقا امید مسابقه دیگه داره شروع میشه، نظرتون؟ امیدوارم یه از چی پول بگیرم. عملی رو رد میکنیم؟ حتما. I think that among the things that prevent us from acting is the fear of failure. And if you've already failed, you don't want to fail again. The pain of that, the disappointment. Many of us don't act because we want other people's approval. We want everybody to like us and to accept us. We're settling for less than what we actually deserve. We don't feel good about it, but we make it work in our minds. We'll come up with some kind of excuse to make it all right. Most people like to feel like they're a king in the area of their comfort zone. They only want to do those things that they know how to do well. So there are many reasons why we don't act. There are other things, though, that affect us. Is that not wanting to take personal responsibility. We want somebody else to do it, and that's not possible. And when you go through life like that, something in you dies. You need to start asking yourself some questions. What do I really, really, truly want? Don't wait around for things to be just right. Don't wait for things to be perfect. Don't wait for the ideal situation. It will never be ideal. Today, this opportunity you have, it might not be here next year. It might not be here the year after next. It might not be here the year after that. This is the only moment you got. And what you will find, that when you decide to act, when you decide to take life on, and let me warn you, it can be painful, it will be uncomfortable, and that's where the growth is. Never be satisfied with yourself. Always know that as you invest the effort and time on you, that's the greatest ability that human beings have above animals. See, a dog can't be anything but a dog. Tree can't be anything but a tree. Human being, you've got unlimited potential. You can put effort on you, and by concentrating on you and developing you, you can transform your life wherever you are right now. Trace. No one will know they were here. What will you leave? What will be different because you came this way? Listen to that still small voice within you. Don't try and make everything logical. There's some things about life that defies logic. See, there's some good out there for you in the universe that has your name on it. And nobody can get your good. It has your name on it. They can't take your stuff. It's your stuff. So when you know that, when you know that whatever you're seeking, it's also seeking you, you don't worry. You don't run scared. You don't think somebody's gonna take it from you. سود
وجود این قضیه هم برای همه فریستایلر است. برای شخص خاصی قطعا نمیتونه باشه. هر کسی که برای فریستایل فوتبال ایران زحمت میکشه، حتی تمرین خودش سودش میره برای بقیه فریستایلر. و امیدوارم ما این روحیه رو داشته باشیم، این وحدت رو داشته باشیم و همینطور با قدرت ادامه بدیم. شک نکنید این قضیه رو، همینطوری که تو این یه سال شما مشاهده کردیم. بچه هم من پرسیدم، هم از برگزاری و هم سطح مسابقات خیلی راضی بودن. سطح مسابقات که خیلی وحشتناک و تاپ 16 دیگه مسابقات واقعا حرفه‌ای شده بود و این من واقعا اینو میدیدم خیلی خوشحال میشدم. میبینیدم از سطح تاپ 16 همچین سطحی ما داریم. سطح مسابقات چجوری بود؟ مسابقات خیلی خوب بود. اون چیزی که فکر کردم خیلی سطحش بالاتر بود. باشه بلند نزوار از پارسال خیلی بالاتر بود. بعد تعدادم بیشتر شد. چرا سال دیگه بازم بیشتر میشه؟ نسبت به پارسال که تعداد دو برابر شده، سطح هم سه برابر شده. خیلی بالا دیگه نسبت به سال قبل. سطح مسابقات خیلی خوب بود. شما خیلی زحمت کشیدین، آقا احسان خیلی زحمت کشیدن، واقعا جای تقدیر دارید. بس بلند چرا؟ مرتضی سطح مسابقات چطور بود؟ مسابقات خیلی عالی بود. من اولین بار شرکت کردم، کلی دوستای جایی پیدا کردم. احمد آقا اسم من نزدیک دیدم، خیلی حال داد. یه خاطره خیلی خوب قبل از خدمت واسه من درست شد. عالی بود، عالی. عالی. برگزاری چجوری؟ خیلی عالی بود، خیلی راضی. برگزاری چجوری؟ عالی، عالی. عالی بود. چه بچه‌ها بودیم. لذت بردیم. چطور بود؟ عالی بود. دست شما در نکنه. دست گرم. چیکار کردی؟ راضی بودی از خودت؟ نه، خیلی خراب کردم. توی بتل دو سه جا بود. پام در رفت. بعد خراب شد. همونم داور گفتش باز دست بدن. من خودم راضی هم باید. نه راضی نبود. تمرین تجربه هم بود. صد درصد هم بود. از خودم راضی بودم و دیگه سوفلو رو بد زدم. یه گراندوم زدم. گراندوم رو خوب زدی؟ نه خوب زدم. خوب زدی؟ یه کلیپ هم نیمه تمام زدم. خواستم بیارمش این برای ولی نشد. چون؟ خوالا هم با مسابقه 2007 جز چوار نفر اول. آقای خاطره از پفک بگن. بعد واقعا امسال پفک نبود، خیلی خوب بود. پارسال پفک گوشیشم شدن، امسال بدون پفک سوم شدن. پیشم خوابی؟ ساعت دو میخوابیدیم، این وری میخواستم بخوابن دو دور میمن. ساعت دو نیم این وری میخواستم بخوابن ایشتی میمن. ساعت سه میخواستم رو به مستقیم بخوابم آفر میمن. سلام، من کیهان ساسانیان هستم. کیهان ساسانیان هم بندر آسترادان. الان در جمع فریستایل های کل کشور قرار تابوشم. مسابقات خالب بودیم، هم مسابقات ها از 32 نفر مقام یعنی رتبه 13 رو کسب کردم، علاعتل میشم. خیلی خوشحالم از اینکه تجربه کسب کردم به گویلرم، سربلرم، فرهیختلرم یانونده و امیدوارم که در سری بعد مسابقات حتما جذابیت بیشتر اولازم و رقابت بسیار شدید اولازم. امیدوارم مورد من این رتبه هم نسبت به الان بیشتر اولازم. خوش و رسوز، محفظ و رسوز. مرسی هم سیگرت با اون تاریخ واقعا به نام خدا مرتضی هدایت هستم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. سال 2014 بود که هدف گذاری کردم برای گسترش این رشته ورزشی فریستایل فوتبال تو ایران. سال 2015 دیگه پشتش محکمتر وایستادم و ادامهش دادم، بعد از مسابقات مخصوصا، که این رو با قدرت پیش بریم به سمت جلو. بعد از مسابقات فکرهایی که به ذهنم میرسید برای پیشرفت این مسابقات همه رو عملی کردم. لیگ آنلاین برگزار کردیم بهمن ماه و اسفند ماه بعد از امتحانات بچه‌ها بود که تمرکز بیشتری داشته باشن. این لیگ آنلاین ویژگی داشت، داور خارجی آورده بودیم، بهترین داورهای خارجی دنیا بودن. بچه‌ها انگیزه بگیرن، اسمای بچه‌ها به گوششون می‌رسید، فیلماشون رو می‌دیدن و این بهترین انگیزه برای یه فریستایلر می‌تونه باشه که پیشرفت کنه. Hello guys, Martin here. I was judging the Iron Fist of Football League 2016. So show yourself to me, and I'm looking forward to see all your skills, and I can't wait to see them. So do your best, and see you later.
Hi guys, I'm Nan the Man. I want to say hello to all the Iranian football freestylers who have participated in the online league organized by Amadreza and Iran F3. Keep it going, guys. I'm really looking forward to seeing the new season already and with more participation. Keep it real, push the limits, and hopefully I'll see you soon. لیگ آنلاین ما چجوری بود؟ 30 ثانیه حرکت می‌زدم، این 30 ثانیه می‌شد 30 ثانیه مسابقات امروزی که می‌خوایم انجام بدیم، یعنی آماده سازی میشه. این لیگ آنلاین لیگ نوتاش برگزار کردیم، سطح لاور بره بالا، چیزایی که مهمه توی فری استایل بیشتر به چشم بیاد، اشتباهی که ما انجام دادیم و انجام ندن، لاور کار بکنن و همگام با سطح جهانی پیشرفت کنن بچه‌ها. بیشتر از 1000 ویدیو فری استایلی، حالا چه از لیگ آنلاین چه ویدیوهای برتر جهان رصد میشد، آپلود شد توی آپارات که مردم با فری استایل فوتبال بیشتر آشنا بشن. جداست، حالا نمیگم عموما، ولی خیلی بهتر شده از قبل لااقل. پرشنبال تو شهر آموزش فریستا فوتبال رو داریم، از تهران بگیر، زنجان هست، یزد هست، بندر آستارا، گیلان هست، چندین شهر برگزار کردیم که به همین روش میتونیم فریستا فوتبال ایران رو گسترش بدیم. فیلم های آموزشی توی اینترنت گذاشتیم برای کسانی که شهرهای دور هستم و دسترسی ندارم به فری استایلر حرفه‌ای که از اون طریق خودشون به تنهایی تمرین میکنن. کمرت باید یه خورده خم بشه، میندازی بالا یه خورده خم میشه، قلق اول، قلق دوم، دستات میاد بالا واسه اینکه کولات جمع میشه، پشت گردنت یه خورده چال میشه، قلق سوم، گردنت و نگاهت باید به سمت جلو باشه، به سمت پایین نباید باشه.
مسابقات غیر رسمی و دورهمی‌های زیادی انجام دادیم که بچه‌ها بیشتر با همدیگه آشنا بشن، با همدیگه پیشرفت بکنن، از حال همدیگه جویا باشن. شش داده میشه. یه تمام اطلاعات رو داشته باشن و به روز باشن. داری؟ حس واقعا خوب. هیچ حسی ندارم. خب از تمام فریستایلرها و بچه‌هایی که از شهرهای مختلف و بعضن خیلی دور اومده بودن تشکر میکنم، اومدن مسابقات شرکت کردن، روحیه دادن به هم دیگه. این رو حتما ادامه بدن. از حامد هایدی عزیز و گروهش هیتال که خالصانه و بدون سود هیچ سود و منفعت خاصی اومدن کمک کردن، ازشون تشکر میکنم. کلی کیف کردیم، کلی لذت بردیم، انشالله بتونیم بازم میزبانی مسابقه ها باشیم. همه بچه هایی که بودن خیلی باحال بودن، خیلی باعث بودن. از اسیمو که هم قهرمانشو تبریک میگم بهش و همین که هر وقت کمک خواستیم بدون کلاس گذاشتن و غرور و این چیزا اومده کمک کرده و این خیلی خوبه. و از تمام دوستانی که اومدن ما رو کمک کردن و این کار سخت رو آسون کردن تشکر میکنیم. دم همشون گرم. از کامران عزیزم ممنون که همون روزم که اومد کمک کرد. پرشنبال، هیتالیکس گیم، فدراسیون فریستایل فوتبال آسیا، فدراسیون فریستایل فوتبال جهانی که همیشه ما رو حمایت کردن تشکر میکنم. و دم همتون گرم، خیلی باحالین. امیدوارم همینطوری ادامه بدیم. 1, 2, 3 ایران فریستایل. 1, 2, 3 پرشنبال.
یکون همه اینو بچه محل ما بوده چند تا چیز رو من فقط میگم یادآوری میگم که اینو همه نه حالا خودمون کلا فریستایل جهان اینو اگر رعایت کنن خیلی خوبه. یعنی اگر قهرمان جهان هم باشی و اخلاق نداشته باشی، مغرور باشی یا هر صفات دیگه‌ای که صفات بد دیگه‌ای که داشته باشی، بنزین یه بندماست نمی‌ارزه. هیچ ارزشی نداره. داشتن اخلاق خوب خیلی مهمه. حتی بالاتر از فری استایل به نظر منه. یعنی یک فری استایلر آماتور باشی و اخلاق داشته باشی، حداقلش برای من خیلی ارزشمندتر از یک کسی که قهرمان جهان و چندین دوره قهرمان جهان و اخلاق نداره. پس حواستون باشه به همدیگه احترام بذاریم. واقعا توی فریستایل فوتبال من میدونم شما معنی این کلمه رو یاد گرفتین، نابرده رنج گنج مؤثر نمیشه. یعنی باید حتما زحمت بکشین تا بتونین مزدتون رو بگیرین. با احترام همیشه با هم سعی کنین، به بزرگترتون حتما یه آقا یا محترمانه صداش بکنیم. حتی اگر فریستایلر حرفه‌ای هستین، اگر طرف سنش بیشتر بود، حتما با احترام باهاش صحبت بکنین. مخصوصا اگه کسانی که از نزدیک باشون تا حالا ارتباط نداشتیم، چه اصلا برای داشتن یک ارتباط خوب حتما شما این رو نیاز دارین. اگر تو چیزی هم عالی باشین، تو دره جنوب فلان جای ناکجا آباد هم باشین، قطعا اگر متخصص باشین شما موفق میشین. شما از این لحاظ هیچ نگران نباشین و هیچ استرس نداشته باشین. متخصص باشین میان دنبالتون. حتی اگر خودتون کاری انجام ندید، احترام بزرگترها و پیشکسوتها رو حتما داشته باشین. هر چیزی که برای خودتون میخواین، برای دوستتون هم بخواین، به جای حرف زدن زیاد تمرین کنین. حرف زدن فریستایلی رو به حرکاتشون، همیشه از همدیگه حمایت کنین. هر جا مسابقه فریستایلی، چه فیزیکی چه آنلاین، شرکت کنین. حتی اگر وقت نداشتی یه چیزی فقط نشون بده. این شاید برای خودتون انگیزه نداشته باشه، ولی ممکن برای بقیه انگیزه ایجاد بکنه این حرکت. هر چند وقت یه بار حال دوست فریستایلرتون رو بپرسین، از تمریناتش بپرسین. اگر بی انگیزه شده بهش انگیزه بدین، حتما این کارا رو انجام بدین. در هر حال چه فریستایلی چه اخلاقی، یعنی حواسمون به همدیگه باشه، این خوبه و این باعث پیشرفت جامعه فریستایلرمون میشه. یادتون نباشه ما یه خانواده هستیم، اگر یک دل باشیم دستاوردامون برای سال دیگه دو برابر میشه. امیدوارم که همه رعایت میکنن و رو محکمتر و قویتر ادامه میدن. انشالله تا سال دیگه دوستان میبینم اتون.